نعت چهارم در بیان قطبیت آن حضرت و مرتبه خلفای بزرگوارش علیه و علیهم الصلوات و السلام. آن حضرت قطب است، خلیفه های او جانشینان او هستند. این جانشینان چه کسانی هستند؟ در وهله اول آنچنان که مولانا میگوید در وهله اول ائمه هدا هستند، ائمه اثنی عشری هستند و بعد از ایشان سایر اولیای الهی که خلیفه او هستند. بدان که طریق قطب الاقطاب آن باشد که به ظاهر تدبیر عالم ظاهر کند، در ظاهر عالم ظاهر رو تدبیر می کند و تمشیت می کند و به باطن تعمیر عالم باطن فرماید. چه هر دو عالم را اجزای خود می بیند که به ترتیب و تربیت ایشان قیام می نماید. چرا؟ چون که هر دو رو مال خود می داند. لولا کلما خلق الافلاک، اگر تو نبودی افلاک را نمی آفریدم. پیغمبر همه این عالم رو مال خود می داند، بنابراین به همه هم در عالم ظاهر تدبیر می کند و هم عالم باطن. در عالم ظاهر به اینها دین ظاهری می دهد و در عالم باطن به اینها محبت و عشق می آموزد. پس آن باطن که مدبر عالم معنی باشد از قبل عقل اول است. باطنی که در عالم معنی است از سوی عقل اول. عقل اول همان میگویند که عقل اول همان پیامبر است، نفس نفیس و شخص شخیص پیامبر است. عقل اول شما میدانید که فلاسفه تعابیری دارند که میگویند برای وقتی که این جهان خداوند میخواست که این جهان رو بیافریند، اول در ذات خیش تعقل فرمود. نتیجه این تعقل در ذات خیش عقل اول و نفس اول. عقل اول آنگاه در خود در آن عقل کل تفکر فرمود و عقل دوم نتیجه عقل دوم و عقل و نفس دوم بود و عقل دوم در تفکر کرد، تعقل کرد، نتیجه عقل سوم و نفس سوم تا عقل دهم و نفس دهم. عقل دهم همون چیزیست که همچنان که آمده است، عقل دهم همان حالت کلی حاکم بر این جهان است، ما شعور کلی حاکم بر این جهان است و نفس دهم همین جهان است یا هلولای اولا که قبلاً راجع به آن سخن گفته ایم، ماده اولیه همه موادی که در جهان است. این تعبیر و تفسیر فلاسفه است از قصه خلقت. خب از قبل عقل اول، از جانب عقل اول که عقل اول رو گفتند پیغمبر است، بعدی گفتن عقل اول خود خداست و آن ظاهر که مدبر عالم ظاهر است آن شخص نوع ولی است مادام که در عالم شهادت موجود باشد. وقتی که شاهدت، وقتی که در این عالم وجود دارد، خب آنجا تمشیت می کند امور امور ظاهر رو. وقت طاعت پیغمبر هست و مثلا 63 سال عمر کرده است و امور ظاهر عالم رو تمشه کرده است. قبل از این 63 سال، قبل از ولادتش مشغول تمشیت امور بوده است و بعد از وفاتش هم باز مشغول تمشیت امور است. اینجا خیلی جالبه، مولانا سخنان عجیبی دارد در اینجا که هیچ کس مثل اون رو نگفته. مولانا میگوید که پیغمبر دو خط دو نو خلیفه داشته است، یکی خلفایی که قبل از ولادت پیغمبر بوده است، یعنی تمامی انبیای سابق خلیفه های او بودند. آدم خلیفه پیغمبر بوده است، نوح خلیفه پیغمبر بوده است، عیسی و موسی همه خلیفه پیغمبر و جانشین پیغمبر بودند، چون که اصل او بوده است. او خلیفه هاش رو قبل از خود فرستاد. او کسی است که وجود داشت در این عالم بود. این نظر مولانا و نظر غالب و رفاست که پیغمبر وجود داشت و اول ما خلق الله نوری، خود پیغمبر فرمود که اولین چیزی که خداوند آفرید نور من بود. بنابراین اولین چیزی که آفرید شده است نور پیغمبر است و قبل از او همه خلیفه های او بودن. زمان از نظر زمان وقتی در بعد مادی نگاه میکنیم، وگرنه در بعد معنوی که زمانی وجود ندارد، تقدم تأخری وجود ندارد. وقتی که وجود پیغمبر هست مولانا معتقده قبل از آن خلیفه های پیغمبر بودن، یعنی همه آنها جانشینان پیغمبر بودن، با اینکه از لحاظ مادی در زمان بعد تر به وجود آمده است، اما در اصل
بر همه اینها سابق بوده است، قبل از همه اینها بوده است. کنت نبیین و آدم ها بین المعارفتی، این رو عرفا بسیار بوده. پیغمبر همون من نبی بودم، من پیغمبر بودم، در حالی که آدم بین ما و تیم بود، بین آب و گل دست رو با میزد، من در آن زمان نبی بودم. یعنی اینکه از نظر حقیقت و از نظر وجدان حقیقی چون این است که پیغمبر قبلا وجود داشته است. اما چرا چگونه خاتم است؟ اما بحث خاتمی هستن که هست که از نظر زمانی خاتم و خاتم است، وگرنه از نظر زمان مادی، وقتی ماده نباشه زمانی هم نیست، بنابراین همه اینها دیگر به کنار خواهد رفت. بنابراین پیغمبر، وجود پیغمبر بوده است قبلا در این زمان ما، آنها که بودند تمامی پیامبران خلفای قبل بودند و بعد از پیامبر، بعد از وفات ایشان خلیفه هایی که بودند از حضرات ائمه معصومین، اینها تا اولیای الهی تا زمان فعلی ما خلفای بعدی هستند. این بسیار نکته مهمی است. پس خلافت محمدیه در حقیقت یک خلافت قبل از وجود ظاهری او، قبل از تولد ظاهری او بود، و دیگری بعد از وفات ظاهری. این تولد و وفات هم ظاهری است. درسته گفتن این نکه مگیتون و این نام لمگیتون، گفت درسته هم میگفتن که ما تصور میکنیم که پیغمبر مرده است، اما از نظر عرفانی پیغمبر نمیمیرد، اولیاء الهی نمیمیرند، هیچ کدام نمیمیرند. اینها تعبیرهای تاریخی است، اینها تفصیلات تاریخی است که ما میگوییم پیغمبر در فلان قرن در فلان جا به دنیا آمد و در فلان جا به عارضه ای از دنیا رفت. از نظر عرفا و مولانا و غالب عرفا پیغمبر تولد ظاهریش در 14 قرن پیش بود، وگرنه قبلا بوده است و قبل از حضرت آدم هم بوده است، پیغمبر بوده و تا قیامت هم خواهد بود و هرگز از بین نخواهد رفت و از دنیا نخواهد رفت. همچنان که راجب خضر همچنین معتقدن، راجب دیگر بزرگ الیاس چنین معتقدن و راجب افرادیه و خیلی هستن، راجب شمس تبریزی هم همین رو اعتقاد دارن. خب گفت که یه تدبیر عالم ظاهر میکنند وقتی که در این جهان هستن و به ظاهر جلوی چشما هستن، و بعد قبل از آنکه جلوی چشما نبودن و بعد از آنکه جلوی چشما نبودن، بشریت اینها رو گم کرده بود. مادام که در عالم شهادت موجود باشد، اما چون در پرده غیب بود هست ولی از جلوی ما، از جلوی چشما غایب است، ما نمیبینیم او رو. هر آینه یکی از کمل، کمل یعنی کاملی، یکی از کمل بدین تدبیر اشتغال خواهند فرمود، به نیابت او، به نیابت او و به جای او کار او رو انجام خواهند داد. چون که هدایت و راه عشق بسته شدنی نیست، راه عشق نپیمودنی نیست، و می شاید که آن نایب مقدم باشد، چون انبیای سابقی اون نایبی که بود مانند انبیای قبلی مقدم است، مانند حضرت موسی و عیسی و دیگران، یا متأخر بود چون اولیای لاحقی، سابق آنچه قبلا بوده، لاحق آنچه که بعدا ملحق شده است، بعدا آمده است، که آن اولاد طیبین و عترت طاهرین آن حضرتند. اولاد طیبین و عترت طاهرین هم ائمه اثناعشر هستند، 14 معصوم هستند و به حقیقت فرزند بزرگوار او و به حسب جامعیت علم و عصمت کما قیل به عترتهی استغنت عن رسل البرا، چنانچه گفته شده است که به وسیله عترت از رسل، از پیغمبران مستغنی شد. یعنی چون عترت وجود داشت در عالم ظاهری از او فرزندانی به دنیا آمد، دیگر نیاز نبود که آن انبیای سلف دوباره بیایند، بلکه از اینجا به بعد این راه رو عترت او ادامه خواهند داد. و اصحاب تابعین ائمه الهدى، آنهایی که اصحاب او هستند که تابعین او بودند، که اینها ائمه هدایتند و هر یکی را در زمان او قطب گویند و غوص میخوانند. قطب یعنی مرکز رها، مرکز آسیا.
حکم یعنی کسی که عالم به وجود او مستقیم است و عالم به وجود او قوام پیدا می کند. و غوث یعنی پناه، یعنی کسی که هرچه در عالم از تمامی اولیا به او پناه می برند، هرچه خیر است به او پناه می برند. قطب بویند و غوث، قطب که از اصطلاحات عرفانیست و غوث هم از اصطلاحات عرفانیست که اینجا فرصتی نیست راجع به اینا باید بسیار سخن بگوییم و شاید چندین جلسه لازم باشد که ما راجع به قطب، انزر و رفا و غوث تفاوت اینها و این مباحث رو داشته باشد. و از این مباحث بعد از این شمعه مذکور خواهد شد انشاءالله تعالی. گفت پیغمبر شما را ای مهان، مه یعنی بزرگ در برابر که یعنی کوچک، گفت پیغمبر شما را ای مهان چون پدر هستم شفیق و مهربان، من پدر مانند پدر شما هستم، زین سبب که جمله اجزای منی همه تون از من بودم و عالم خلقت از من به وجود آمده است، در همه شما وجودی از وجود من است، روحی از روح من است، زین سبب که جمله اجزای منی، جز را از کل چرا برمی‌کنید؟ جز را از کل جدا کردن که درست نیست. جز از کل قطع شد بیکار شد، عضو از تن قطع شد مردار شد. دستی اگه از بدن زنده بیاید چه میشود؟ مردار میشه. از این میگه من شفیع شما هستم، شما از من جدا نشوید ای جماعت، ای امت، از پیغمبر خود جدا نشوید. جدا بشوید، من که جدا نخواهم شد از شما، شما هم از من جدا نشوید، چون که شما اجزای وجود من هستید، همه شما عزیزان من هستید و جزء تن من و بدن من هستید. تا نپیوندد به کل بار دیگر، همه اینها به اجزا تقسیم شده، دوباره این اجزا به کل بپیوندد. روح از آن روح الارواح آمده است تا دوباره به همان روح الارواح برگردد. تا نپیوندد به کل بار دیگر، مرده باشد نبودش از جان خبر، از روح خبری ندارد. جز و از این کل گر برد یک سو شد، اگر جز از کل خود جدا شود از بین خواهد رد. این نام کل است که ناقص شد، همه کلها وقتی جزی از آن آمد بیرون ناقص می شود. اگر دست این مثلا مجسمه رو ما بکنیم این ناقص خواهد شد، ولی آن کلی است که هر چقدر هم بکنید باز هم ناقص نمی شود. قطع وصل او نیاید در مقام، در سخن گفتم ما نمیتونیم چگونه وصال او رو از بین ببریم، قطع کنیم، در سخن نمی آید. چیز ناقص گفته شد بهر مثال، فقط مثال زدم که شما ذهنتون نزدیک بشه. ما چون وقت نداریم دیگه این قطع وصل رو هم میگذاریم ازش. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. پیغمبران آمدن که ما رو آزاد کنن، نه که ما رو در قید و بند بنن. ما خیلی ها دین رو قید و بند میدانیم و بعضی ها که ما رو به ما دین رو میگن، دین رو به ما رو قید و بند برای ما مطرح میکنن، در حالی که دین آزادی است، ولایت آزادی است. و دینی که بیاید آزادی رو از من بگیرد، البته آن دین حق نیست و آن ارزشی ندارد. دین آمده از تا انسانها رو از نفس اماره، از درون خود آزاد کند، از این طبیعت و از این جهان آزاد کند. آمده است تا ما رو از این عالم ناسود آزاد کند و به عروج ببرد، وگرنه این که ما بیاییم و آزادی رو به وسیله دین سلب کنیم، این البته امر محال و غلطی است. چون به آزادی نبوت آگست، اصل نبوت آزادی است که البته استقالی هم ندارد. زین سبب پیغمبر با اجتهاد، نام خود بان علی مولا نهاد، گفت هر کورا منم مولا و دوست، ابن ام من علی مولا. هم دوست را آورده، هم معنایی که اهل سنت دارن آورده که درست هم هست، و هم معنایی که شیعه معتقدنی رو هم آورده. کیست مولا؟ خیلی زیباست. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت زفایت با کند، رقیت نفس، رقیت انسان ها، رقیت این جهان.
ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. لیک میگویند مردم شکر آب، بی زبان چون گلستان خوش هزار. میگوید که قدر این ولایت رو بدانید و شکر گزار باشید. بعد میگوید چنانچه گلستان با طراوتش شکر آب میگوید، گلستان که حرف نمیزند، ولی وقتی که آمد و بهجت یافت و گلها روید، در حقیقت رویدن گل چیه؟ در حقیقت تشکر از آب است. میگوید مردم هم از ولایت با وجودشون با هدایتشون در حقیقت دارن شکر ولی رو میکنن. بی زبان گوید گویند سرو و سبززار، شکر آب و شکر عدل نوبهار. خب سرو چه میگوید؟ سبززار چه میگوید؟ وقتی سبززار طراوت دارد در حقیقت دارد که شکر او رو میکنن. صد هزاران آفرین بر جان او، بر قدوم و دور فرزندان او. صد هزاران آفرین بر پیغمبر باشد و بر فرزندان او، بر اهل بیت او. صد هزاران آفرین بر جان او، بر قدوم و دور فرزندان او. وان خلیفه زادگان مقبلش، زادند از عنصر جان و دلش. گرز بغداد و حرا یا از ریند، بر مزاج آب و گل نسل ویند. شاخ گل هر جا بروید هم گل است، خم مل هر جا که جوشد هم مل است. گرز مغرب برزند خورشید سر، این خورشید است نی چیز دیگر. هر چه دارد از ثریا تا ثری، می سپارد آن یکی با دیگری. پس به هر دوری ولی قایم است. بسیار این بیت مهمی است. پس به هر دوری ولی قایم است، تا قیامت آزمایش دائم است. خب میگوید که مقبل یعنی آنهایی که خوشبخت هستند، اقبال شده است، جهان رو آورده به اینها. میگه از عنصر جان و دلش زادن. فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره ای از وجود من است، همین عنصر جان و دل است. میگه اگر بغدادی باشن، مانند جنید، از حرا باشن، از ری باشن، مثل ابو سعید البلخی یا از هر کدام، بر مزاج آب و گل نسل، همه از نسل پیغمبرند. شاخ گل هر جا بروید هم گل است. مهم نیست که زمان مهمی نیست، مکان مهم نیست، گل هر جا که باشد گل است. و اولیاء الهی هر جا که باشند ولی الهی هستند و نشان از حضرت حق دارند. خم مل هر جا که جوشد هم مل است. خم شراب هر جا که می جوشد در آنجا هم باز شراب است. میگه بعد مثال دیگر میزنن، خورشید اگر از مغرب سر بزنن، الان از مشرق سر میزنن، اگر از مغرب سر میزد چه میشد؟ آیا خورشید نبود؟ فرق ندارد، ممکن است اگر وقتی از مشرق سر میزند هم خورشید است، وقتی از مغرب هم سر بزند اگر آن وقت هم خورشید است. هر چه دارد از ثریا تا سرا. سرا یعنی پایین ترین قسمت خاک زمین. ثریا همان ابر ثریا یا ابر پروین، گوشه پروین که در آسمان است. سرا تا ثریا این مثال است، مانند سمک و سحاب، سمک و سما، که اینها که نشان از بعد قصه هست و همه اهل ادب و فرهنگ و هنرید، همه اهل علمید و روشن است اینها. هر چه دارد از ثریا تا سرا رو من سریع خوندن که با دیگری متناسب باشه. هر چه دارد از ثریا تا سری، می سپارد آن یکی با دیگری. پس به هر دوری ولی قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است. تا قیامت اینها این آزمایش ها وجود دارد و همه همچنان در عقد ولایت حضرت حق هستند. و السلام علیکم و رحمت الله.